با عرض سلام، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفا کانال ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. پوشش لحظه به لحظه نشست استانبول. جزئیات تازه نشست استانبول. فهرست ابتدایی اشتراک کنندگان حوزه جمهوریت مشخص شد. لطفا تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. به نقل از روزنامه 8 صبح، جزئیات تازه نشست استانبول، فهرست ابتدایی اشتراک کنندگان حوزه جمهوریت مشخص شده است. منابع بر روزنامه 8 صبح میگویند که 16 اپریل به عنوان زمان برگزاری نشست استانبول نهایی شده است و قرار است این نشست 10 روز ادامه یابد. این نشست به گونه مشترک از سوی سازمان ملل متحد، ترکیه، قطر و ایالات متحده آمریکا تنظیم و مدیریت می شود. آجندای اصلی این نشست را ترسیم نقشه ای را برای امضای توافقنامه سیاسی میان جمهوری اسلامی و طالبان تشکیل می دهد. مبتنی به معلومات، ایالات متحده آمریکا تاکید دارد که توافق در حضور نیروهای بین المللی در افغانستان صورت گیرد. به گفته منابع کشورهای میزبان، تلاش دارند که نشست در سطح کلان تصمیم گیری برگزار شود. از سوی هم حوزه جمهوریت انتظار مشخص شدن ترکیب رهبری طالبان در نشست استانبول را می کشد. بدین ترتیب اگر چهره های برجسته شورای کویته و ویژه ملا هیبت الله و ملا یعقوب در نشست استانبول شرکت کنند، رهبران احزاب سیاسی و جهادی نیز در نشست استانبول شرکت می کنند. بر بنیاد فهرست ابتدایی که در اختیار روزنامه 8 صبح قرار گرفته است، عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی، حامد کرزی رئیس جمهور سابق، عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانونی، عطا محمد نور، حمدالله محب، محمد تنی فتمر، سید حامد گیلانی، عبدالرشید دوستم، محمد محقق، محمد کریم خلیلی، گلبدین حکمتیار، صلاح الدین ربانی، معصوم استانگزی، سلام رحیمی، حبیب سرابی، فوزیه کوفی، فاطمه گیلانی و حاجی دین محمد از آدرس حوزه جمهوریت در این نشست شرکت خواهند کرد. قرار بود امروز کابل فهرستش را با سازمان ملل متحد، ایالات متحده، ترکیه و قطر در میان بگذارد. ایالات متحده آمریکا اما تلاش دارد که نشست استانبول تعیین کننده باشد. بدین ترتیب در این نشست احتمال می رود که روی اصول کلان و عمومی توافق و مذاکرات در دوحه ادامه یابد. با توجه به این موارد، نشست های حاشیه‌ای استانبول به دور از چشم رسانه ها و دیپلمات های خارجی برگزار خواهد شد. با این حال، احتمال قرنطینه شدن اعضای هیاتی که به استانبول می روند نیز مطرح شده است. بر اساس معلوماتی که به روزنامه 8 صبح رسیده است، ایالات متحده آمریکا تا پایان سال در افغانستان می ماند و این کشور با طالبان در این مورد توافق کرده است. طالبان نیز در بدل آتش بس و ادامه حضور نیروهای بین المللی خواستار رهایی همه زندانیان، حذف نام رهبرانشان از فهرست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد و توافق روی حکومت انتقالی شدند. گفتنی است که نشست استانبول شبیه نشست اول بن است و برای بحث روی آینده افغانستان برگزار می شود. این در حالی است که تصمیم آمریکا برای خروج نیروهایش از افغانستان تا هنوز قطعی نشده است. آمریکا همچنان نتایج ارزیابی هایش را از توافقنامه دوحه و میزان پایبندی طالبان به این توافقنامه را اعلام نکرده است. وضعیت مذاکرات پنهانی آمریکا و طالبان بر سر مسئله خروج نیست تا هنوز ناروشن است. تنها چیزی که آمریکایی ها بارها روی آن تاکید کرده اند مسئله دشوار بودن خروج در اول ماه می است. برداشتی که از این تاکید می شود آن است که احتمالاً آمریکا طرفدار تمدید ماموریت نیروهای خارجی و یا باز تعریف ماموریت آنها در افغانستان پس از اول ماه می است. با این وضع، هیچ تصمیم قطعی در این زمینه تا اکنون اتخاذ و اعلام نشده است. موضوع گروه طالبان اما در پیوند به برنامه خروج هیچ تغییر نکرده است. این گروه میگوید که این برنامه طبق توافقنامه دوحه باید در اول ماه می تکمیل شود. هشدار طالبان آن است که اگر نیروهای خارجی نتوانند طبق توافقنامه از افغانستان خارج شوند، این گروه حملات خود در برابر آنها را از سر خواهد گرفت. البته در کنار این هشدار، مسئله خروج یکی از مباحث داغ در نشست های رهبران طالبان در هفته های اخیر بوده است. اینکه آنها به چه نتایجی در این نشست ها دست یافتند تا هنوز نامعلوم است. زمان برگزاری نشست استانبول که تاریخ و سرنوشت ساز توصیف شده از نیز اکنون روشن نیست.
همچنان گروه طالبان تا اکنون موضع خود درباره این نشست را اعلام نکرده است. برخلاف طالبان، دولت گفته است که برای شرکت در نشست استانبول آمادگی می‌گیرد. با این وصف تعداد نمایندگان دولت و این که باید در چه سطحی به این نشست نماینده بفرستد مشخص نشده است. به دلیل کندی در توحید طرح‌ها و دیدگاه‌ها از جزئیات طرح دولت برای نشست استانبول نیز معلوماتی در دست نیست. مجموعه این ابهامات باعث شده است که وضعیت فردای افغانستان زیاد قابل پیش بینی نباشد. کنشگران سیاسی و ماموران بلند پای دولت هم حاضر نیستند که وضعیت پیش رو را برای مردم توضیح بدهند. این ابهامات اما باعث خلق نگرانی عمیق در زندگی مردم شده است. به همین علت بسیاری ها از اقدام به انجام کارهای مهم زندگی خود که از وضعیت عمومی متاثر است دست کشیده اند. متاسفانه گفتگوهایی که بین مقامات افغان و امریکایی در پشت درهای بسته انجام می شود هرگز عمومی نمی شود. نمایندگان طالبان هم حاضر نیستند نتایج گفتگوهای خود با جانب امریکا را عمومی کنند. چیزی که از این گفتگوها بر رسانه ها گزارش می شود یک مجموعه از اطلاعات کلی تکراری و کم اهمیت است که نمی تواند ذهن پرسشگر مردم را قانع کند. قضاوت عمومی به دلیل این ابهامات آن است که افغانستان به صلح نمی رسد. آن که آنها در صدد آن هستند که چگونه می توانند برای کنار آمدن با شرایط بدتر از شرایط فعلی راه چاره پیدا کنند. هیچ وقت مردم تا این حد نسبت به روند مذاکرات صلح بی‌باور نشده بودند. این بی‌باوری بدون هیچ تردیدی حاصل کوهی از ابهاماتی است که در برابرشان قرار گرفته است. اطلاع رسانی دقیق درباره وضعیت از مسئولیت های حکومت های دموکراتیک و پاسخگو به مردمشان است. این مهم اما در حکومت فعلی نادیده گرفته شده است. امریکایی ها هم حاضر نیستند نسبت به این وضعیت ادای مسئولیت کنند. به دلیل فقدان اطلاعات نسبت به آنچه در پیوند به قضیه جنگ و صلح افغانستان میگذرد در زندگی مردم جای امید با این در آن نگرانی و ترس پر کرده است. آنها همچنان در میان این ابهامات راه و مسیر زندگی خود را گم کردند و قادر به تصمیم گیری درباره وضعیت حال و آینده خود نیستند. دولت نباید از اطلاع رسانی درباره وضعیت اکنون و چشم انداز آینده کشور بترسد. آگاهی از تهدیدات و فرصتها به مردم امکان می‌دهد که تصمیم در درست‌تر در نسبت خود با دولت و زندگی فردی و جمعی اتخاذ کنند. زندگی در این ابهام و ترس و قطع امید از آینده که معلول کتمانکاری است، اعتماد مردم نسبت به دولت را به شدت آسیب می زند. این در حالی است که دولت ها برای بقای خود بیش از هر چیز به اعتماد ملت ها نیاز دارند. از این رو انتظار می رود که پیشرفت ها و بنبست های برنامه هایی در دست انجام به صورت روشن و به موقع به مردم اطلاع رسانی شود. آنها حق دارند از آنچه به سرنوشتشان می رود و یا قرار است برود آگاه باشند. این آگاهی از جانب دیگر یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای آنها به منظور تعیین دقیق‌تر نسبتشان با وضعیت فعلی و وضعیت آینده است. دولت افغانستان و امریکا باید این ضرورت را درک کنند و به حق آگاهی مردم از آنچه بر زندگی آنها در حال حاضر می رود و یا قرار است در آینده برود احترام بگذارند. دوستان عزیز، سپاس از این که تا پایین ویدیو با ما همراه بودید. اگر می خواهید از لحظه به لحظه نشست استانبول با خبر شوید، پس چینل ما را دنبال نمایید. فراموش نکنید چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.